در آخرین روزهای سال 2022 میلادی انقلاب ایران ادامه دارد. دو ویژگی و نکته مهم این جنبش انقلابی، یکی محتوای خودش است که در شعارها و ابتکارات مردم بازتاب می‌یابد و دیگری پشتیبانی جامعه جهانی که توسط همین محتوا به آن تحمیل شده است. در همین ارتباط میتوان به استقبال از اقداماتی اشاره کرد که در سالهای گذشته به اشکال مختلف از سوی ایرانیان مدافع دموکراسی مطرح میشد ولی به طور جدی از سوی دولتها مورد توجه قرار نمی گرفت. وقتی موضوع بررسی اقامت خانواده های مقامات جمهوری اسلامی و فرزندان آنها در آمریکا مطرح می شود، گذشته از اینکه طرح نمایندگان دو حزبی ایالات متحده که آن را مطرح کردند به چه نتیجه‌ای برسد، یعنی سیاستمداران غربی در رویارویی مستقیم نه تنها با نظام جمهوری اسلامی بلکه به طور مشخص با زمامداران قرار گرفتند، آن هم به گونه ای که ممکن است دامنگیر عزیزان مقامات شود. عزیزانی که پدران و مادرانشان از اینکه عزیزان خانواده های دیگر را برای حفظ قدرت به خاک و خون بکشند و به چوبه های دار بسپارند هیچ ابایی ندارند. پیشرفت این روند یعنی نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر و جوامع باز هم برای وابستگان حکومت امن نیستند. آنها هرچه بیشتر امروز بر مردم فشار بیاورند، خودشان نیز در داخل و خارج نه تنها امروز بلکه فردا نیز بیشتر در فشار و محدودیت قرار می گیرند. نکته مهم و تاریخی دیگر در محتوای این جنبش است. آنها که نه تنها در ارتباط با این خیزش سراسری بلکه اساساً در سطح جهانی به هویت سازی می پردازند و با این کار انسجام حتی جوامع باز را به خطر می اندازند، تلاش می کنند این هویت سازی را که نه در جهت همگرایی اجتماعی بلکه بر اساس جداسازی و مجزا کردن سیاسی اجتماعی خود از دیگران زیر پرچم حق و حقوق است، به فضای انقلابی ایران نیز منتقل کنند، در حالی که حقوق این هویت‌ها در جوامع باز یا تضمین شده‌اند و یا در روندهای سیاسی و اجتماعی به اعتبار دموکراسی تضمین خواهند شد. جوامع انسانی به طور طبیعی در سرشت و درون خود همگرا هستند و میل به پیوند دارند. هویت سازی و قرار دادن آن در برابر دیگرانی که من مثل آنها نیستم به این همگرایی که در خدمت همگان است آسیب می زند. جمهوری اسلامی به همگرایی و پیوند طبیعی در جامعه ایران با انواع جداسازی ها به شدت ضربه زد، چرا که بنیادش بر تفاوت ها و برتری خود گذاشته شده. جنبش انقلابی کنونی اما بر اشتراکات و برابری شهروندان در سراسر ایران تأکید می کند و این با همگرایی طبیعی انسان ها و جوامع همخوانی دارد. این انقلابی است که در اصفهان روی داده و نمیتوانست دیر یا زود در واقعیت نیز روی ندهد. بدون چنین انقلابی در اصفهان، پیروزی انقلاب اسلامی در 57 محتوم اما ناپایدار بود. با چنین انقلابی در اصفهان، پیروزی انقلاب کنونی نیز محتوم اما پایدار است. انقلاب اصفهان مانند آنچه در عصر روشنگری و خرد روی داد بازگشت ناپذیر است.